خب توضیح بده بیشتر. کدوم بیمارستانی؟ بیمارستان نیستم، کلانتری هستم، قراره بعدن ببرنم بیمارستان. خب کدوم کلانتری هستی؟ همون کلانتری که خودتون آورده بودم، من سند بردم گذاشتم، یادتون اومد؟ آره یادم اومد. خب همونجا باشی، من میام خدمتتون. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، به داد برسید. خداحافظ. بفرمایید. چشم، تا شما سند بیارین اونم رسیده، بیارین بابا کارمون برسید. بذار بیاد بگیریم بازداشتش کنیم، سند شما رو میدیم. بفرمایید، خواهش میکنم. قربان، سفر قندهار که نرفته، به من تلفن زد اومد. بفرمایید. سلام خسرو خان. سلام. چی شده؟ تصادف کردین؟ سلام قربان. سلام. حال شما چطوره؟ ایشون هستن؟ هوشنگ کو؟ من دلاور هستم. خوب هستی هوشنگ؟ منو فرستاد گفت بیام خدمتتون، شما تصادف کردین. بفرمایید. چیزی نیست. من تلفن زدم هوشنگ بیاد، تو رو فرستاده، واسه چی آخه؟ فرق نداره، من هوشنگ نداریم که. اگه چیزی شده من یه بیمارستان آشنا دارم، رفیقامه، همه دکترها رفیقامه. بریم اونجا. لازم نکرده، نمیخواد. جام سما. من الان شما سند بیارین، الان میاد. اشتباهی اومده. چی شده؟ من الان میرم میام. نازنین جان تلفن. دستم بنده. آخه من که نمیتونم گوشه تلفنتو رو بردارم جواب بدم. شاید هوشنگ داره زنگ میزنه به توی خود هیز التماس بکنه. مریم جان شما گوشه رو بردارین، چی میگی؟ چی بگم؟ اگه آقا هوشنگ باشه من نمیدونم چی باید بهش بگم. تا یه ذره آه و ناله کنه دلم به رحم میاد. الو داوود، فریبرزم. زنگ زدم بگم نگران نباش، خونه رو واسط فروختم، فقط اینجا شماره حساب تو رو قبول نکردن. یه شماره حساب جدید برام ایمیل کنی من ممنون میشم. مرسی، خدافظ. خونه منو فروخته. ای چطور تونستی همچی کاری بکنه؟ خودت ناراحت نکن قربونت برم، بیا یه ذره از این بخور بذار حال جا بیاد. نمیخورم بابا، همه مردا همینجورن، تو فکر نکن که آقا داوود فقط بله، اینجوریه. بله. وای این همه پاش وایسادم، تمام مدت یه سالی که بیکار بود از پس اندازم خرج کردم، نذاشتم آقا قصه بخوره ناراحت بشه بهش بر بخوره. خب بفرمایی بقیهش رو بگین. همه طلاهامو فروختم، پولایی که بابام میفرستاد برای اینکه بتونم درسمو ادامه بدم همه رو دو دستی تقدیم آقا کردم که بره باش خونه بخره. درسمو ول کردم، بعد اینجوری جواب محبتای منو میده. پس شما درستم ول کردی؟ نازنین جان ولش کن بابا، این به اندازه کافی خودش دق داره بخوره. خب بگو ببینم تو این یک سالی که بیکار بودین وقت چیکار میکرد؟ خانم ساکه سوالای میپرسه. خب یه سال بیکار بود دیگه. هیچی، پولایی که بابام میفرستاد خرج میکرد، میخورد، میخوابید. توف بخوره، توفت. ببین حواست کجاست؟ فیلمو ببین. آی تیزرا جان، فیلم غیر از این نداری؟ بابا حوصله همه سر رفت، خوابشون گرفت. بلنشین بریم یه فیلم از اون آرشیو 6000 تاییتون بیاریم بذاریم ما ببینیم. بده این فیلم به این باحالی بده. تازه من به شما ها لود کردم این فیلمو گذاشتم. درسانی مسخره میکنی؟ کدوم 6000 تا؟ همه 6 تا دونه است، اینم یکی از اوناست. هم... آره دیگه. که از این 6 تا 3 تاشم از من پیچونده. آقای تیزرو تو هم ما رو گرفتی ها؟ آقای تیزرو این فیلمو که هوشنگ دیده مال خودشه. شما هم که دیدی. منم که اصلا از این جور فیلم‌ها خوشم نمیاد. آقای دلاورم که دارن کتاب میخونن. خب این فیلمو برای چی گذاشتین آخه؟ یه باری که بگید فیلمو برای دیوار من گذاشتم دیگه. بله دیگه. تو چی کار میکنی؟ کتاب میخونی؟ فیلم گذاشتم برای؟ نه من کتاب نمیخونم که، پیش کسی نبود چیمساری ریختم توش. شوخی میکنم. من به این نتیجه دارم میرسم که زن چراغ یک خونه است. خب درست که چی؟ ولی همیشه باید از لامپای کم مصرف استفاده کرد. ما رو باش باز که فیلم گذاشتم. درستم من. بله. سلام آقای تیزرو، مریمم. سلام مریم خانم، حال شما چطوره؟ ببخشید میشه چند لحظه گوشی رو بدین به داوود؟ کارش دارم. آقا داوود گوشی گوشی کیه؟ مریم دیگه. آقای تیزرو بهش بگو که دستش بنده، گرفتاره، نمیتون صحبت کن. دیگه دستم بنده، الان باید صحبت نمی کنم.
بهش بگین کارش دارم مهمه. میگه کارش دارم مهمه. فعلا حوصله‌شو ندارم. میگه فعلا حوصله‌تون رو نداره. بله خودم شنیدم. ماست کیسته شد. شنیدم آره. برخورد خوشتون اومد؟ نباید بهشون رو داد. اینو خوب اومدی. ولی دیر اومدی. ببینم رفتی کلانتری قضیه تصادف چی بود؟ نمیدونم. من که هیچ اثری از تصادف ندیدم. چاکی بود از اینکه تو چرا نرفتی؟ مخواستی بهش بگی سر شلوغ بود نتونست بیاد. گفتم بهش. این بشر هر موقع آدمو میبینه یاد پول میفته. یا واسه یادم خیه، یا واسه یادم بدبخت، یا واسه یادم بیچاره. نمیدونم چه خوابی برای من دیده بود. خوب شد نرفتم. میگم تو رو پیاده نکرد که. نه. شانس آوردی از دستش در رفتی. نه. حاسی کی باشه؟ خسرو خانم بزن درو. بفرمایین تو. ممنون. خب نگفتیم بالاخره تونستی سنه جور کنی یا نه؟ نشد. یعنی چی نشد؟ حسش نقشمون نگرفت. زنگ زدیم اوشن خان بیاد. بعد البته یه شربت خنک هم بد نیست بخوریم. من الان براتون میارم. خیلی ممنون. خب میفرمودین. انقدر از این پله‌های کلونتری من بالا رفتم پایین اومدم، بالا رفتم پایین اومدم، دیگه نا ندارم. کدوم پله‌ها آقا خسرو؟ کلونتری فقط خودش یه طبقه است، پله نداره که شما این همه پله بری بالا و بیای پایین. حالا بذار شربتمو بخورم نفسم جا بیاد. چشم. پس این همه رفتی بالا اومدی پایین به قول خودت این همه پله‌ها رو گز کردی چی کار کردی بالاخره؟ میگم مریم خانم شما اتفاق واسهتون افتاده، خیلی پکرین. این به شما ربطی نداره آقا خسرو، شما حرفتو بزن. بفرمایید آقا خسرو، اینم شربت. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. خب میگین بالاخره چی شد؟ بذار یه قلوب بخورم نفسم جا بیاد. چشم. خب هیچی دیگه، به جای اوشن خان آقا دلاور اومد. خب خب که خب اجاره ما رو بدیم بری به کارمون برسیم. مگه واسه ما سند گذاشته بودی شما؟ نه. خب 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 که خب اصلا میدونی چی آقا خسرو؟ پاش بر سر همون نگهبانیت، برو از همونایی که سند واسهشون گذاشتی پولت هم از همونا بگیر. پاشو برو. خب خب و زغ نبود یک ساعت وقت ما رو گرفته هی میگه خب خب، پاش میبره بیرون بابا. اینا دیگه چیه؟ صدر رحمت گدای سامره. من خسرو خانم که میدونم چجوری وصول کنم. کیه؟ خانم وزیری تبار. به به خانم وزیری تبار، مشتاق دیدار. شما؟ بنده نازنین حمیدی هستم، همسر آقای هوشنگ اهلی. سلام، خوب هستین؟ خیلی ممنون. من چجوری میتونم آقای اهلی رو پیدا کنم؟ زنگ زدم دفتر، کسی گوشی رو بر نداشت، مجبور شدم زنگ بزنم خونه. بله خیلی خوب کاری کردین. کارتون چیه؟ یه مسئلهی که حتما باید خودشون رو ببینم. بله اتفاقا منم خیلی وقته که میخواستم خودتون رو ببینم. لطفا تشریف بیارین، در خدمتون هستم. خواهش میکنم. پس اگه بیام دم منزل میتونم ببینمشون دیگه؟ بله حتما. آدرس رو یادداشت کنین. آدرسو دارم. ای آدرسو دارین؟ بله بله. حتما تشریف بیارین. خدا پر روح. ازش میپرسم با هوشنگ چی کار داری؟ میگه باید خودشونو ببینم. حالا چی میگفت؟ وای مریم جون، من که دارم میگم تو حواست کجاست؟ خب حواسم نبود دیگه عزیزم. وزیری تبار بود، میخواست هوشنگو ببینه. حالا چرا شلوغش کردی؟ شما دوتا مگه از همدیگه جدا نشدین؟ خب دیگه چی کار به کارش داری؟ جدا شده باشم این نباید اینقدر پر رو بشه. میخواد بیاد دم در خونه، چنان بشورمش بذارم کنار که حظ کنه. پس بفرمایین که هنوز آقا هوشنگ رو دوست داری، منتها به رو خودت نمیاری. من دوست دارم؟ صد سال. من فقط میخوام حال این وزیری تبار رو جا بیارم، همین. میخوای زنگ بزنیم شادی هم پاشه بیاد؟ بله خیلی خوبه شادی بیاد. خب زنگ بزن. بیا این فیلم هم تموم شد، حالا چیکار کنیم؟ ها من یه پیشنهاد جدید دارم، میدونم همه تونم با من موافقید.
آقا یه فیلم جدید میذاری میشینیم نگاه میکنم. آقای تیز رو همش فیلم بس دیگه بابا. من باز خودتون میگم، وگرنه 100 دفعه من این فیلم ها رو دیدم، میخوام حوصله‌تون سر نره. دیگه بدتر، 100 دفعه این فیلم ها رو دیدی بعد بازم میخوای بشینی ببینی؟ آقا داود عوض که خوب بازی میکنن، واقعا هرچی میبینم سیر نمیشم، دست خودم نی. به جای این حرفا فکر شام بکنید، 2 ساعت دیگه باید شام بخوریم. زنگ بزنیم پیتزا بیارن. ای بسه دیگه، تو هم ای پیتزا بیارن مردیم انقدر پیتزا خوردیم. خب من نظرمو گفتم دیگه. نگو آقا من به نظر شماها کاری ندارم، ولی اگه الان ساکت اینجا بود آقا یک قرمه سبزی درست میکرد. حظ کنید انگشتاتونم بخورید از خوشمزگی. چیه؟ نکنه دلت هوای خانومت کرده؟ حرف میزنه با عزیز من. من دلم برای دستپختش تنگ شده. آقا داود باور کن قرمه سبزی درست میکنه، قرمه سبزی درست میکنه. آه با لب و دهنت بازی میکنه. اینو راست میگه، زنمو اگه به هیچ دردی نخورن حداقل میتونن غذاشون خوب درست کنن. خوشمحالتون، مریم که همون آشپزیرم بلد نیست. خب خودمون که نمردیم، خودمون درست میکنیم. مرد باشین، از خودتون ضعف نشون ندید مرد. ببین اول از همه باید بری خونتون، ماشینت تو پارکینگ بکشی بیرون. آفرین. بله آره خود شما. شما؟ کی؟ خود شما. من؟ چیه؟ میترسی؟ من میترسم. من میترسم، من از چی بترسم؟ نه بحث ترس که نیستش که. پس بحث چیه؟ هیچی، چیز خاصی نیست. اینه که ما ببین میخوای اصلا شب بری که خواب باشم؟ آره شب نه، شب شادی هستش. الان که دم عصره ممکنه بره خونه مادرش اینا و ما دلیلی میشه که با هم دیگه بودنمون رو ثابت کنیم و با هم بریم. من حرفم اینه فقط. موافقین؟ فهمیدیم حرفتو. آره. موافقی ما هم بریم؟ بریم. بیاین دیگه تو ما. خب بفرمایید، اینم یه هندونه شیرین. نازنین جون. جونم بد نبود یه آبی به این گل و گیاه میدادیم. ببین همه گلدونا خوش شده، باغچه خوش شده. خب خودتونم بالاخره از این حیات رفت آمد میکنی مادر، یه آب میدادی پای این گلا. بله حق با شماست، شما که میدونین من همیشه سر کار بودم. این مدتی هم که لیف کرد، یعنی مرخصی گرفتم، فقط به خاطر مریم و داوود بوده، وگرنه همش سر پروازم نیستم. البته به هوشنگ گفتم و گفتم به این زبونبستا یه آبی بده، یه هفته آب میده 2 روز آب نمیده، اصلا نمیدونم. حالا شما خودتو عصبانی نکن، من درستش میکنم. شما دیگه کجای خانوم؟ اینقدر فکر نکن بابا جون، منم مستاجرم. خب فروخت که فروخت. اصلا مسئله خونه نیست. پس مسئله چیه؟ از چشم افتاده. بابا ول کن، اصلا به این مردا فکر نکن، راحت. حالا بگو شام چی دوست داری برات درست کنم؟ نمیدونم. یه قرمه سبزی برات درست کنم که انگشتات هم بخوری. قرمه سبزی میخوای درست کنی؟ بله. چطور؟ هیچ. بابا جون بس کنین دیگه. عوض که الان مردان نیستن، جشن بگیریم، اینجوری نشستین اعصابتون دارین داغون میکنه، قهر نکن دیگه. من اصلا به خاطر نبودن داوود ناراحت نیستم، اصلا نیستش راحت ترم، نمیخوام ریختشو ببینم. عزیز من این مردا رو جون به جونشون کنی عوض نمیشن. مگه نه خانم ساکت؟ نه نازنین جان این حرفو نزن قربونت برم. تیزرو اصلا اینجوری نبود. تیزرو از زمانی که با شوهرای شما نشسته و پا شده ها همینجور چموش شده. تیزرو عین موم تو دست من بود. بله خب حالا چرا نمیخوری؟ اندونه بخور لااقل. بچه امروز چندومه؟ امروز 24مه. 24م؟ مطمئنی 24مه؟ چطور مگه؟ ای من یه جایی بعد میرفتم. خیلی ممنون آقا.
بله. من میگم دیگه شما نیایید، من برم ماشینو بردارم بیارم. کمک نمیخوای؟ مگه میخواد بره بجنگه؟ بهترین پیشنهاده. وایسا سوئیچش هم بهت بدم. بیا اینم سوئیچ ماشین. میگم چیزه، الان نگاه کن سر ظهره، بهتره بعدن بریم بیاریم، الان شلوغ میشه و داستان داره ها. تو نگران شلوغی یا اینکه از شادی میترسی؟ شادی اینو، شادی میترسی. ببین به نظر تو این مرد سالاره تو خونهش؟ نه بابا، میترسه از شادی مثل... بی زحمت اون درم قفل کنیم. باش. خانم ساکت، خانم ساکت. کی؟ بابا خانم ساکت. وای سر نمیره. بابا میگم بیا برو. به نظر شما عشق هست؟ عشق کیلو چنده؟ پدر من که میگه که عشق قبل از اینه که آدم به هم دیگه برسه، موقعی که به هم دیگه رسید دیگه وجود نداره. یه ماره حالش گرفته بود، بعد ازش میپرسیدن چیه عاشق شدی؟ میگه آره دست رو دلم نذار، 4 سال عاشق همسایه‌مون بودم بعد فهمیدم شیلنگه. بله سلام. گریم که علیکی سلام. یه دقیقه بیا بیرون، کارت دارم. دیوونه نشی بریم؟ هر حرفی داری از همون بیرون بگو. خب از اینجا که من نمیتونم با تو صحبت بکنم، لابد کار دارم، میگم بیا بیرون. داد زدی؟ تیز رو من تون صدام اینجوریه، 30 ساله دارم باهات زندگی میکنم، تا حالا از گل نازکتر بهت نگفتم. یه دقیقه بیا بیرون، باهات کار دارم. آقای تیزرو ما همه با همیم، سعی کنین خام نشین. فکر نکنی با اومدن بیرون تصمیمم عوض میشه وا. اگه اومدم و داد زدی پشت گوشتو دیدی، تیزرو رم دیدی، گفته باشم. یه دقیقه بیا بیرون، باهات کار دارم. داد زدی؟ داد کجا زدم؟ ببین میام بیرون، اما اگه صداتو ببری بالا در همسایه رو خبر کنی ها، میام بیرون برای همیشه تکلیفتو یه سره میکنن، 30 ثانیه طلاقت میدن. آقای تیزرو عشقای امروزی همه عشقای شیلنگی ها، حواست باشه. آخه گناه داره، ببینم چی میگه. دیدین؟ نه کوریم. چی میگه؟ من فکر کردم که دیدی. بله خانم. سلام. سلام. خوبی؟ خوشیده کجا در اومده؟ تیز رو تو خیلی بیادبی ها. جا؟ میگم خیلی بیادبی. در پاشنه کندی با مش به در میکوبی، داد و هوار که بیا بیرون به هم بگی بیتربیتی. خب میگم 2 دقیقه بیا بیرون، باهات حرف میخوام بزنم. من با شما بیرون بیا نیستم خانم. میگم باهات کار دارم. باز میگه کار دارم. خب همینجا بگو خانم جان. همینجا نمیتونم، بیا بریم بیرون باهات حرف بزنم. حتما باید بیام؟ بله بفرمایید. شما بفرمایید. بفرمایید شما. شما بفرمایید. حق به تقدم با خانوماست، بفرمایید. خب یه بار دیگه. بفرمایید خانم، اینم بیرون. امرتون رو بفرمایید، میخوام برم پیش بچه‌ها. هیچ معلوم هست تو چته؟ آخه چرا این کارا رو میکنی با من؟ من که حرفی نزدم، من که کاری نکردم که. دیگه میخواستی چی کار کنی خانم؟ بابا اگه من رفتم قاطی خانوما شدم به خاطر اینکه یه کاری بکنم اینا با شوهراشون آشتی بکنم. فکر کردی با حالو طرفی؟ به من میگن تیزرو خانوم، شما رفتی قاطی خانوما که با شوهراشون آشتی کنن، قفل در رو چرا عوض کردی؟ خب قفل در من دیدم نازنین برداشت قفل در خونه شون رو عوض کرد، گفتم بذار ما هم یه قفل نو بخریم به در خونمون بزنیم. خب اشتباه کردی خانوم، شما چی کاره این خونه که قفل در عوض میکنی؟ میدی در دیوارو رنگ کنن؟ سر خود هر کاری دلت میخواد سر این خونه در میاری؟ این خونه مال منه خانوم. سدونگه این خونه مال من هست یا نیست؟ ها؟ انگه سدونگ نکنه ساکتا، رو اعصاب منم راه نرو با. اصلا تمام 6 دنگش مال تو، ببینم دیگه حرفی داری؟ فرمایشتون تموم شد، اجازه است بنده برم. دارم صحبت میکنم. بفرمایی.
من امروز رفتم جواب آزمایش شما رو گرفتم. آزمایش؟ بله. کدوم آزمایش؟ آزمایش معده تو دیگه. حالا باید پاشم برم پیش دکتر، یه وقتی بگیرم برای آندوسکوپی. خانم هاندروسکوپی میخوام چیکار؟ هاندروسکوپی یعنی چی؟ هاندروسکوپی نه، آندوسکوپی. حالا همونی که شما میگی. خب باید ببرم دکتر ببینم وضع اوضاع چه، تکلیفت روشن بشه دیگه. خانم شما چه دل خوشی داری ها، قراره مثل که ما از هم جدا بشیم ها. شما به فکر معده من تازه افتادی؟ خب جدا شدن چه ربطی به سلامت تو داره؟ من میگم باید بری دکتر، شما هم باید بگی چشم. چشم. اینقدرم خون به جگر من نکن. چشم. حالا اجازه است من برم؟ قضا مزار چه کار میکنی؟ شام چی داریم؟ چه میدونم، یه چیزی درست میکنیم میخوریم دیگه خانم. میخوای یکم برات قرمه سبزی بیارم؟ نه نه نه، لازم نکردی. همینجوری ما زیر بار منت جناب عالی هستیم. من درست نکردم، نازنین خانم درست کرده. گفتم اگه میخوای برم یه مقدار برات بیارم. نه لازم نکرد، از بیرون یه چیزی میگیریم میخوریم. اینقدرم از بیرون با اون معده مریض چیز میز نخور، عاقبت کار دست خودت میدیام. حالا من گفته باشم. چشم چشم. این جوانا رو چیکار کنم؟ دلشون کن اینا رو. تیز رو، تو یه سنی ازت گذشته، اینقدر عقل تو نده دست این آدمای بی عقل. پاشه برگرد سر خونه زندگیت. خودم چشمم کور، غذا میپزم جلوت میذارم، معدتو اینقدر ول نکن به امان خدا، فکر سلامتیت باش. تو رو به جان من، ولشون کن اینا رو. باش، فکر کاری نداری، ولی به فکر سلامتیتم باش. باش. شنیدی که چی گفتم؟ باش. آقای تیز رو مختون رو زد؟ درست صحبت کن، از شما بعید آقا داو. همینجور دهن تو واکنی، هرچی دلت خواست بگو. شما اصلا میدونی هاندروسکوپی یعنی چی؟ منظورتون آندوسکوپیه؟ حالا هرچی، اصلا چه ربطی داره؟ من سرم درد میکنه، الان ناراحتم. فقط غذا حاضر شد من صدا کنی، من میرم یه خود استراحت کنم. تیزرو داوود جان توی؟ بله. چرا نخوابیدی؟ من دیگه از وقتی که از کانادا اومدم. انظورت همون کاناداست دیگه؟ بله، یه خونده ساعت خوابم به هم ریخته، گفتم بیام یه لیوان آب بخورم و دیگه برم بخ. دست در نخور نوشه جان. شما چرا نخوابیدی؟ ساعت سه است. سه شو؟ بله. پیش خودمون بمونه، چند وقتی بیخوابی زده سرم. باور کن شبا تو رخت خواب اینی کرم خاکی این برون بر میرم، ولی خوابم نمیدونم چرا. میگم تو برو بخواب، منم یه چند دقیقه دیگه میرم. چشم. برو. شب بخیر. شب بخیر. خودم کردم که لعنت بر خودم. الان باید ساکت بیاد ما رو دلداری بده. کانادا. الو آقای اهلی سلام، وزیر تبار هستم. چند روز برگشتم ایران، میخواستم در مورد چک با اتون صحبت کنم. چند بار تماس گرفتم شرکت، تشریف نداشتید. اگه با من تماس بگیرید ممنون میشم. مرسی، خداحافظ. هوشنگ. هوشنگ با تو هم
پاشو برو چند تا دونه نون بگی بعد بیا. لنگ زوره بابا جون. به دلاور بگم اون بلدم. عجب روزگاری برای ما درست کردی. صبح تکت تو خونه یکم نمیره نون بگیره. مسخره ها. دلاور. مکن شادی بذار بخوابم. دلاور. شادی کیه؟ پاشو برو چند تا دونه نون بگی بعد بیا. سلام. پاشو برو نون بگی بعدی بیا. بودو. خیلی خوابم میاد. خیلی خستم. به داوود بگو. ننه من غریبم بازی در بردن اینو داوز. نگاه کن. آقا داوود. کجایی؟ میری چند تا دونه نون بگیری ورداری بیاری؟ بابا باید یه چیز تو خونه باشه که بخوریم. پاشو. چشاشو نگاه کن. ما دیروز خرید کردیم الان نوبت یکی دیگه است. یعنی نمیری؟ چیزه بهت هوشنگ بگیم. هوشنگ کار هوشنگ. عجب گیری افتادیم از دست اینو. بابا شما که نمیتونید دو روز رو پای خودتون وایسی غلط میکنی با زناتون دعوا میکنید. قیافه ها رو نگاه کن. مسخره ها. آقای تیزرو این تلفن رو جواب میدین لطفا. هوشنگ هوشی پاشو گوشی تو بردار، دو ساعت داره زنگ میزنه سر صبحی. پاشو گوشی تو بردار. بله. الو سلام. سلام آقای هوشنگ اهلی. بله خدمتتون تبریک میگم، فیلم شما برنده بهترین فیلم کوتاه 3 ساله اخیر شده. بله. الو سلام نازنین جان، شادیم. سلام شادی جون، حال چطوره؟ خوبی؟ ممنون قربونت برم. زنگ زدم یه خبری بهت بگم. کار هوشنگ و دلاور تو جشنواره برنده شده. کار هوشنگ و دلاور. آره. یعنی میشه؟ اگه بشه چی میشه؟ حتما میشه. یعنی باید بشه. شروع نشد این اخبار فرهنگی؟ نه. بفرمایید صبحانه. تو خجالت نمیکشی اسم نمیذاری صبحونه؟ یه تیکه نون که مال سه روز پیشه با یه خود پنیر. بفرمایید صبحونه. چایش کو، شکرش کو. چهار نفر آدمی صبحونه است. عوض دستت درد نکنه است؟ دستتون درد نکنه. خب چیکار کنم؟ همینا رو تو آشپزخونه‌تون پیدا کردم آوردم دیگه. برو پی کارت عمو، تو آشپزخونه‌تون پیدا کردم. چی میگه؟ این میشه تلکار؟ باید یه خود از یخچال خاویار می آوردی. آره فکر کنم منم ساکت هم، مثلا نیمرو و آب پرتقال. هوشن تلفن چی بود از صبح از خواب بیدارمون کردی؟ زین زین واقعا راست بود یا نه؟ نمیدونم. اگه بشه چی میشه؟ میگم هوشن حالا خودمونی واقعا کار تو جشنواره جهانی برنده شده؟ نمیدونم. نه بابا، یکی از دوستاش میخواسته بذارتش سر کار. اون چه جشنواره ایه که بخواد به این آقا جایزه بده؟ باید فاتحه اون جشنواره رو خوند. بچه ها اخبار هنری شروع شد. به نام خدا. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، توجه شما عزیزان را به اخبار علمی، فرهنگی و هنری امشب جلب می نمایم. هوشنگ اهلی جایزه بهترین فیلم کوتاه منتخب جشنواره‌های جهان را که در ایتالیا برگزار شد از آن خود کرد. در این فیلم که نمایش آن تنها 13 ثانیه به طول می انجامد، معانی عمیق و بنیادین انسانی فارغ از هر گونه تکنیک و جلوه های ویژه با سادگی به تصویر کشیده شده است. این فیلم از بین 397 اثر ارسالی از 134 کشور جهان رتبه نخست فستیوال منتخب جشنواره‌های جهان را به دست آورده است. شد
اینو چرا فرستادی؟ تو چرا اینو پاک نکردی؟ آره مثل این که اشتباه تو تدوین این کپی اشتباه شد، ولی اول شد هوشنگ. هوشنگ اول شد. اول شدی. اول شدم. بابا این به خیابش نمی کنه ولی اول شد. اول شدی. اول شدی. تبریک میگم هوشنگ. واقعی که میدونی یعنی چی؟ میدونی؟ نمیدونی اگه بدونی که گوشار باشی بیش بچه مردم خانواده هوشنگ اهلی و جامعه هنری کشور و اینک ادامه اخبار. نمایشگاه نقاشی دو سالانه استاد فیروزیان در فرهنگسرای خاوران. والله از هوشنگ خان بعید بود یه همچین ارز مرزه ای. چرا بعید باشه خانم ساکت؟ ببخشید همه زحمت ها رو من کشیدم و بشور و بپز و غذا آماده کن بذار جلوی آقا. خب معلومه همین میشه باید موفق بشه. نازنین جان شما که صبح تا شب سر کار بودی کجا شستی و پختی و سابیدی؟ این هوشنگ بدبخت بود که تمام مدت آشپزی میکرد، هفته که 7 روز بود بالا یا بوی سوسیس میمد یا تخم مرغ، خیلی همت میکرد یه دونه املت. سال یه دفعه هم شما یه غذا میپختی. این همه لباس چی؟ لباسایی که میشستم و شما میدیدین؟ لباسا رو شما میشستی یا ماشین لباسشویی؟ حالا دیگه بی خیال بشین شما. آخه قربونت برم یه جوری حرف میزنه مثل که 10 نفرم اینجا نشسته باشن باور میکنه که واقعا داره درست میگه. ببخشیدا برای تفریح بیرون نمیرفتم و میرفتم کار میکردم، زحمت میکشیدم. خب معلومه وقتی خونه نیستم همینه دیگه. اصلا کار خونه که مهم نیست، اون آرامشه مهمه که باید زن به مرد. بله آرامشو نگو نپرس. هفته ای که 7 روز بود تو این خونه سر و صدا، جیغای بنفش رو سر هم دیگه میزدن که هیچی، پشت سرش هم گر رو گر یا لیوان شکسته میشد یا بشقاب. این همون آرامششون بود. همچی صحبت میکنه انگار چه خبره. بله درو باکن، درو باکن دیگه. باشه خب بیا تو. چیه؟ یه باب شادیه، نمیدونم چی شده. چی شده؟ نمیدونم. شاد دیدی با من چیکار کرد؟ سلام یا دست دلاور ذلیل مرده. اول ازدواجمون این کمربند شلوارش نبود، حالا رفتا که شکایت کرده. بابا من نمیفهمم شما زنا چرا اینجوری هستین؟ با یه قوره سردیتون میشه، با یه مویز گرمیتون میشه. چطور اون موقع 100 دفعه میگو قربونت برم اینجوری عشق نمیریختی؟ وای همه چیزا شده گرزه. اول ازدواج از گل بالاتر بهم نمیگفت، حالا جای رسیده منی برای بازداشتگاه. بابا این که مال قبل از این ماجرا بود که. راست میگه داوودم همینجوری بود. بابا چی داوودم همینجوری بود؟ الان صحبت هوشنگ و دلاور معروفیت و مشهوریت و فیلم و این داستانا، هر چی میشه تو باید بگی داوودم همینجوری بود. مریم جون تو خوشبختی، تو خوشبختی. جنبه ندارن دیگه این مردا عزیز من، ندارن جنبه ندارن. حالا غصه نخور، حالا اینقدر اشک نریز، خودتو ناراحت نکن. راست میگه داوودم همینجوری بود. اه 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 از این پیرن دیگه حالم به هم میخوره، رنگش فرمش. بابا جون من دیگه یه آدم معمولی نیستم، من خواستم باید خواستم بگردم آخه. خب یه آدم معروف لباس درست حسابی میپوشه میره بیرون، تو هم برو لباس تو عوض کن. خودم اینو میدونم آیکیو، ولی لباسم پایینه. چرا خودتو ناراحت میکنی؟ تو آدم خاصی، میخوای خوش تیپم بری اداره، حرفت هم درسته. میخوای من یک کپ پیرنه ها بهت بدن؟ نه اون که نه، پیرنه های شما که دیگه که چی؟ ای بابا مگه نمیگی کار دارم؟ پس میخوای چی کار کنی؟ مگه نمیخوای بری شرکت؟ خب میخوای با زیرپوش بری؟ راست میگی واقعا، بعد برم شرکت، همه منتظرم هم. خب یه فکری بکن، اگر مردی مثل یک دلاور برو لباست رو از پایین بیاور. برو کلا اینم یه راه حله. آره اینو راست میگه. این قیافه با یه پیرن درست میشه؟ من قول میدم با 10 میلیون هم قیافه درست بشه نیست. همون ولی فیلم اون اول شده میفهمی؟ کیه؟ یه دقیقه در باز کن کار دارم. چی کار داری؟ میخوام بیام یکی از پیرنمو بردارم. که چی بشه؟ که اگه اجازه بدیم برم شرکت. نمیشه آقا. یعنی چی نمیشه؟ پس محبت کن یک از پیرنامو خودت بهم بده. نیم ساعت دیگه میذارم پشت در، بیا ببر. عزیز من نیم ساعت دیگه دیره، من الان میخوام برم شرکت.
خانم نسبت محترم، فقط باید قاطی کرد. ببخشید آقا، منزل آقای سلیمی کجاست؟ شهرامشون یا بهرامشون؟ شهرامشون. نگاه کن شما این میدون رو مستقیم میری خیابونه رو میرسید به این میدون. سلام آقای احلی. سمت راست میدون یه مونه تیر چراغ برقه، یه مغازه‌ای هستش که سم. ببین عزیزم، من یه سری مصاحبه ها دارم تو مطبوعات، شما بعد برید اونا رو بگیرید بخونید، بعد متوجه میشید که منظور من چی بوده. آقای احلی میتونم ازتون امضا بگیرم؟ بله بله. مگه تو نمیخواستی بری خونه آقای سلیمی؟ اول بازیگرشم بعد میخواد. کاغذ نه ندارم. خودکار ندارم. نه ندارم. آقا اهلی بله. کاغذ و قلم نداری؟ من؟ بله. باید مردمی باشه. نه متاسفانه ندارم. آقا اهلی خونه تو اینجاست؟ بله. میشه بعدم بیام ازتون امضا بگیرم؟ بله بله. خیلی ممنون. فقط شب نید، باید استراحت کنم. چند خودم چند بار بهت میگم عینک تو بزن، مشهور شدی، معروف شدی. میخوای من بشینم؟ بشین بریم. سلام. سلام خسرو خان، این میله رو میشه بدی بالا؟ فکر نکن فیلمت برنده شده حالا تحویلت میگیرن چهار تا میشناسنت. با من درست صحبت کن، میله رو بده بالا. اجاره سند و ندی زیرابت همچی میذارم که خودت حس کنی. کافیه مصاحبه مختصر خصوصی راجع به زندگیت بکنم. اگر امکان داشت این میله رو بدیم بالا، ما دیرمون شده، بریم و برگردیم. خسرو جان اون چک امانتی ما رو هم زحمتش بکشی بد نیست. اول اجاره سند، بعد چک امانتی. و سلام، به خیر و سلامتی. خانم شما چرا اصلا با تلفن شخصی من تماس گرفتین؟ شما اگه کاری هم دارید، وقتی ملاقاتی چیزی میخواید، باید با تلفن شرکت تماس بگیرین. بله حالا که نمیشه که، حالا هفته دیگه یه زنگی بزنید ببینیم چی کار میتونیم بکنیم، یه وقتی براتون. اسمتون؟ بله یادداشت کردم، هفته دیگه. بله بله خواهش میکنم، خداحافظ. اینا هم شورشو در آوردن، هی با شرکت هی با موبایل تماس میگیرن الکی. کی بود؟ چه میدونم، این مجلات نمیدونم آبی بنفش زرد چی از همینا دیگه. پاشو پاشو لباستو بپوش، بعد بریم یه سر به استدیو بزنیم. پاشو. ای بچه اومدن. یه دقیقه اجازه بدید. من تو چند روز آینده تعطیلات هستم، بعد میام شرکت ان شاءالله بهتون زنگ میزنم. شادی؟ کدوم شادی؟ آها حالت چطور؟ خوبی؟ کارتو بگو، کار دارم الان. کیه؟ شادیه. چی؟ زنگ زدی منت کشی؟ نمیدونم چرا تعقیب توقی خورده، همه به هم زنگ میزنن. نازنین به هوشی زنگ میزنه، نمیدونم مریم به داوود زنگ میزنه، ساکت به تیزرو زنگ میزنه، تو هم به من زنگ زدی. یه حرفتو بگو. چی؟ چرا اینجوری حرف میزنم؟ اصلا الان وقت ندارم حرف بزنم. آره بعدن زنگ بزن. آقا بیا. بیا بریم خونه. امضا چی؟ امضا من بده آقا. امضا؟ یه دونه امضا. کنترل نداره. من خودم.
ای بابا هنرمند مردمی شده برای ما، برای اشکان واسه بچه خواهرم بده امید اسمش. ای بابا بیا بریم دیگه دیر شد. باشه دیگه بذار کار مردم را بندازم. اسم خواهرزاده حالا باید به پسر خالش هم امضا بدی؟ باشه چشم واسه پسر خالش نمیدم. اه آقا خیلی ممنونم، محبت کردید. قربان شما. وای عزتتون. خداحافظ. 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 الو. آقای اهلی سلام. وزیر تبار هستم. الو. سلام. سلام. ببخشید با کی کار داری؟ با آقای هوشنگ اهلی کار دارم. شما؟ وزیری تبار هستم. بله سرکار خانم وزیری تبار خیلی خوش اومدی. صفا آوردین. مشتاق دیدار. چطور مگه؟ هیچی همینجوری خانم خیلی خوش اومدین بفرمایید. از خانم دوم هوشنگ خان ایشونه. مبارکه به سلامتی. دکو من اومدم داخل سالن. وای همه منو میدونن وای چه عروسی چه خوشگل چه خوشگل دامادو که همه میدونن پاک بر سرت با این شوهر کردنت. زنگ میزنن. بله سلام. سلام خوب هستید؟ بله وزیر تبار هستم. بله الان میام خدمتتون. کیه نازنی؟ خانم وزیری تبار تشریف آوردن. اوه دم داره؟ بله دارم میرسم خدمتشون. ای بایسا بایسا بز من بیا تو نمیتونی صحبت کنی. نه شما نمیخوا تشریف بیاری. یک تصویر حساب شخصیه ببخشید. لایی بمیرم بازی صبورید. این دختر خیلی صبوره. سلام. سلام. شما خانم وزیر تبار هستی؟ بله. ببخش شما با شوهر من چه رابطه ای دارین؟ ببخشید منظورتون رو متوجه نمیشم. اه متوجه نمیشین؟ چک 100 میلیونی و اینجور چیزا هم شما رو یاد چیز دیگه ای نمیندازه؟ در مورد اون چک بایست براتون توضیح بدم. سوی تفاهم پیش اومده. ببخش شما چه توضیحی دارین که الان به من بدین؟ من به واسطه آقای دلاور اون چک رو از آقا هوشنگ گرفتم. شما خیلی بیجا کردین که به واسطه آقای دلاور چک از هوشنگ من گرفتین. مؤدب باشین خانم. گفتم که براتون توضیح میدم. من از همکارم چک میخواستم. ایشون دست چکشون تموم شده بود. نهایتا از صمیمیترین دوستشون که آقای دلاور بود تقاضای چک کردن. ایشون هم چون چک نداشتن از آقای اهلی اون چک رو گرفتن که همون آقا هوشنگ شما باشن. شما چرا چک رو خرج کردین؟ سلام هوشنگ خان. سلام. بعد به این مشتلق بدی. این خانومی که تازه گرفتی اومدش با یه جعبه شیرینی انقدی. کدوم خانومه؟ کدوم نه دیگه همین خانوم تازه گرفتی. خانوم وزیری تبار. وزیری تباره اوضاع خرابه و بیقراره. بفرمید بفرمید. سلام خانم وزیر تبار. سلام علیکم. این جواب محبت‌های منه؟ من بد کاری کردم برای شما چک کشیدم ها؟ وای خانم محترم اینجوری صحبت نکن. من برای خانمتون توضیح دادم. بله. گفتم که چکو یکی از همکارای من خرج کرده بود. به خاطر همین منم خارج از کشور بودم. کدوم کشور؟ کانادا بودم با اجازهتون. به هر صورت این چک شما، اینم رضایت نامه شاکی، سندتون هم میتونین برید بگیرید و اینکه موفقیتتون هم بهتون تبریک میگم. شما درد خیلی محبت کردین. در خدمتتون باشین. بفهمید داخل خواهش میکنم من بازم با اجازهتون هم ازتون. با اجازهتون. خیلی محبت کردین. خیلی محبت کردین. خیلی محبت کردین. دیدی هیچ ریگی به کفش هوشنگ نبود. آخه راست میگه.
در هر صورت از این مردا هیچ چیزی بعید نیست. مگه برای شما مهمه نازنین خانم؟ شما که دیگه طلاق گرفتی تموم شد رفته. معلومه که اصلا برای مهم نیست. خودم تصمیم گرفتم طلاق بگیرم، درسته؟ ببینم تو زنگ زدی؟ نه بابا نشد، توی فرصت مناسب حتما زنگ میزنم بهشون. آشپزی میکنن بدون زنها، آشپزی میکنم بدون زنها، من غذا میپزم بدون زنها، سیب زمینی خورد میکنم بدون زنها، من پیاز میپزم بدون زنها، من غذا میپزم بدون زنها، من غذا میپزم بدون زنها. این سیب زمینی رو گفتم خلال کن، نگفتم اینجوری کن. من خلال میکنم بدون زنها، من خلال میکنم بدون زنها. حالا بود این اندازه‌اش خوبه. بله یه دو تا دیگه هم میزنم. نکن سیب زمینی ها رو میگم خلال کن. میگه آشپز که چهار تا بشه وای به حال اون غذا. چهار تا آشپز چی کار میکنم بدون زنها، من غذا میپزم بدون زنها. بیا اینجا. خانوم همه نگاه کن، زنگ زده دوباره منت کشید، رو خدا نگاه کن. خب جوابش بده ببین چی میگه. ببین چجوری مثل یک مرد حالشو میگیرم الان، گوش بده. مواظب باش اون مثل مرد حالتو نگیره. اگه مردی بزن رو آیفون که همه بشنوید. آره هچی میترسیم بذار دیگه، بذار رای اینم آیفون. بله بفرما، زودتر بگو کار دارم، زودتر بگو. الو الو. بله بفرما، زودتر بگو کار دارم، زودتر. زنگ زدی برای منت کشی؟ نه اتفاقا زنگ زدم یه خبری بهت بدم. چه خبری؟ گفتم بد نیست در جریان باشی، نازنین داره ازدواج میکنه. بله با یکی از خواستگارای سابقش. ظاهرن وضع مردم خیلی خوبه، طلا فروشه. زنگ زدم بهت بگم فکر نکنی با این وضع بپاد میشینم و آدم نشی، منم از تو طلاق میگیرم. من؟ از آیفون خارج شدم که. فکر کردی چی؟ تو بهتره به فکر خودت باشی، ما به فکر خودمون هستیم. آره حالا میخوای چیکار کنی؟ هیچی، کاری نمیخوام بکن. به من چه؟ نه گلا، یعنی میخوای بگی از ازدواج اصلا ناراحت نیستی، برات مهم نی؟ نه اصلا، ما از هم جدا شدیم، از هم طلاق گرفتیم، زندگی اون به من ربطی نداره. کجا؟ حالا کجا میخوای بری؟ هیچی، از صبح خوابم میومد، بعد برم بخوابم. خوابم میومد. زندگی مثل این که نمیشه بدون زنها، زندگی نمیشه بدون زنها. الو الو، سلام ساسان چطوری؟ منم هوشنگ. سلام، چه عجب آقا، یادی از ما کردی؟ ببخشید من شماره تو گم کردم، اگه نه من باید زنگ بزنم بابت تبریک. برای چی؟ بابت همین فیلم کوتاه دیگه. آها ممنون. خوبی؟ نه زیاد. چرا؟ هیچی، به خاطر فشارهای کار و اینا. راستی کارت داشتم آ. جون دلم بگو. ببین یادت یه روز اومدم شرکتت، یه شریک داشتید که با هم کار میکردید، یادته؟ خب آها، که اگه یادت باشه به خانومت گفته بود که یه زمانی میخواست بیاد خواستگاری نازنی. خب
هیچی، میخواستم ببینم الان کجاست، چی کار میکنه؟ ازدواج کرده؟ آره آره بابا، همون 5 سال پیش ازدواج کرد. چرا به ما نگفت یه کادو واسش بفرستیم بابا؟ خیلی بچه بیقی بود، یادت هیچکی بهش زن نمیداد؟ آره ولی شنیدم یه سال بعد با خانومش مشکل بده که طلاقش داد. اتفاقا الان داره دنبال زن میگرده، میخواد دوباره ازدواج کنه. ببین الان کجاست، چی کار میکنه، کارش چیه؟ آخری خبری که ازش دارم یه تلفوشی دیگه زده. چطور؟ هیچی، یکی از بچه ها کارش داشت، بعد میخواست آمارشو بگیره، به من گفت که یه زنگ بزنم به تو و به تو بگم. اسمش چی بود؟ اسمش فرهاد بود. فرهاد 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 فرهاد. باشه، کاری نداری تو؟ راستی آقا هوشنگ، بس خاطر این جایزت معروف شد یه قرار بزه با هم بریم بیرون. بهت زنگ میزنم، خداحافظ. و در ما کن دیگه. کیش بازی کن. میگم زندگی چقدر بالا پایین داره، خیلی عجب غریب، مثل صفحه همین شطرنجه. مثلا اگه هر کدوم از ما الان با کسی دیگه ازدواج کرده بودیم شرایطمون یه شکل دیگه بود. ولی به نظر من که هیچ فرقی نمیکنه. آدم ها خودشون شرایطو میسازن، به طرف مقابلم هیچ ربطی نداره. مگه میشه؟ بالاخره سرنوشت دو نفر به هم دیگه گره خورده. خب من اصلا مثل تو فکر نمیکنم. مثلا اگه تو به خواستگار قبلیت، اسمش چی بود؟ فرهاد. آره آره فرهاد. اگه تو با فرهاد ازدواج کرده بودی خب الان شرایطت فرق میکرد. یا خود من اگه با داوود ازدواج نکرده بودم خب بهتر بود، اینجوری خودمو دستی دستی بدبخت کردم. ببین اصلا این حرفا رو ولش کن، مردا سر تا پا یه کرباسن، اینو بفهم. نمیخوای فکر کنی؟ نازی من فکرام کردم. خب بازی کن. نه نه منظورم بازی نیست، زندگیه. وا خب میخوام از داوود جدا بشم. چی؟ جداشی؟ داری شوخی میکنی؟ نه واقعا جدی میگم، میخوام ازش طلاق بگیرم. طلاق؟